بعد از گذشت حدود 12 هفته از آغاز اعتراضات سراسری، تمامی اقشار جامعه ایران از جمله ورزشکاران متأثر از سرکوب‌ها، بازداشت‌ها و احکام سنگین دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند. ورزشکارانی که به دست جمهوری اسلامی کشته شدند. 30 شهریور 1401 علی مظفری بازیکن تیم فوتبال سایپا در جریان اعتراضات سراسری در قوچان توسط نیروهای امنیتی با شلیک مستقیم گلوله جنگی کشته شد. 30 مهر در دسفول ماموران از پشت به جمجمه محمد قائمی فر دروازه‌بان تیم امید جندی شاپور دسفول شلیک کردند و او 15 روز بعد در بیمارستان جان باخت. 14 آذر احسان قاسمی فر ورزشکار 32 ساله و از قهرمانان پرورش اندام در کرج توسط نیروهای حکومتی کشته شد. ورزشکارانی که در خطر اعدام هستند. امیر نصر آزادانی بازیکن پیشین تیم فوتبال تراکتور شاخص‌ترین ورزشکار در خطر اعدام توسط جمهوری اسلامیه. پرهام پروری قهرمان شنای ایران در بازداشت با اتهام محاربه تفهیم اتهام شده. سهند نور محمدزاده از ورزشکاران پرورش اندام و زیبایی اندامه که وکیل تسخیریش از ابلاغ حکم اعدام با اتهام محاربه برای او خبر داده. ورزشکارانی که پشت میله‌های زندان رفتند. وریا غفوری به اتهام توهین و تخریب تیم فوتبال ایران بازداشت و 8 آذر با قرار وثیقه آزاد شد. پرویز برومند کاپیتان سابق استقلال شامگاه 24 آبان در جریان اعتراضات بازداشت و روز 8 آذر با قرار وثیقه آزاد شد. کاوه رضایی مهاجم کنونی تیم تراکتور 7 مهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و بعد از 3 روز با قرار وثیقه آزاد شد. حسین ماهینی کاپیتان پیشین پرسپولیس 6 مهر با یورش بیش از 15 نیروی امنیتی به خانه اش بازداشت شد و روز 12 مهر با قرار وثیقه آزاد شد. حمید رضا علی عسکری 10 مهر به دلیل حمایت از معترضین توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. علی رضا نجاتی از قهرمانان کشتی فرنگی 20 آذر با انتشار متنی در صفحه اینستاگرامش خبر از احضار، بازداشت و آزاد شدنش با قرار وثیقه داد. ریحانه ارمغانی از ورزشکاران سنگ نوردی ایران روز 10 آبان با حمله ماموران امنیتی به منزلش ربوده شد و بعد از چند روز طی تماسی کوتاه با خانواده اعلام کرد که در بند 209 اوینه. داریوش شهربی ملی پوش رشته هایلاینر 14 آبان توسط ماموران لباس شخصی با ضرب و شتم بازداشت شد. اشراق نجف آبادی عضو پیشین تیم‌های ملی دوچرخه سواری و کوهنوردی ایران 18 آبان در شیراز بازداشت شد. شامگاه 4 آبان 1401 امیر ارسلان مهدوی سنگ نورد شیرازی در خیابان معالی آباد شیراز بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد. 11 آبان مرجان جنگجو یکی دیگر از سنگ نوردهای شیراز در پی حمله نیروهای امنیتی به خانه اش بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد. دنا شیبانی مربی اسنوبورد اهل شیراز 19 آبان در حالی که مسافر خودروی اسنپ بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. حامد قشقایی کوهنورد دیگری در شیرازه که گفته شده از روز چهارشنبه 25 آبان بازداشت شده. روز چهارشنبه 9 آذر هم خبر بازداشت حسام موسوی مربی سنگ نوردی و هایلاین اهل شیراز در برخی رسانه ها منتشر شد. ورزشکارانی که زیر تیغ تهدید و سرکوب جمهوری اسلامی هستند. علی کریمی از آغاز اعتراضات سراسری در صفحات اجتماعی خودش با مردم ایران همراه شد و همکنون در تبعید خودخواسته به سر میبره. الناز رکابی قهرمان سنگ نوردی و صخره نوردی ایران که در رقابت‌های آسیایی سئول بدون حجاب اجباری شرکت کرد بعد از بازگشت به ایران در حصر خانگیه. علی دایی از روزهای نخستین اعتراضات سراسری با مردم ایران همراه بود و بعد از پیوستن به اعتصابات 3 روزه آذرماه جمهوری اسلامی اقدام به پلمپ جواهر فروشی و رستوران او کرد. یحیی گل محمدی بعد از ملاقات بازیکنان تیم فوتبال با ابراهیم رئیسی از اونها انتقاد کرد و 1 روز بعد به مراجع امنیتی احضار و فعالیتش در فضای مجازی ممنوع شد. عارف غلامی مدافع تیم فوتبال استقلال از نخستین ورزشکارانی بود که از سرکوب معترضین انتقاد کرد و مصطفی آجرلو مدیرعامل پیشین این باشگاه او را از تیم استقلال کنار گذاشت. پا
پارمیدا قاسمی، کماندار تیم ملی ایران در مراسم اهدای مدال در اختتامیه لیگ تیر و کمان تهران، حجاب اجباری رو از سر برداشت و فردای همون روز مجبور به یک اعتراف اجباری شد. سروش رفیعی، بازیکن و کاپیتان پرسپولیس، 24 آبان در پی فراری دادن دختری که توسط نیروهای امنیتی تعقیب می‌شد، به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفت. بازیکنان تیم فوتبال ساحلی ایران که در رقابت‌های جام بین قاره‌ای سرود جمهوری اسلامی را هم خوانی نکرده بودند، بعد از بازگشت به کشور تحت فشارهای امنیتی قرار گرفتند. تعدادی از آنها به اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی دعوت نشدند.